بله، سلام و تشکر از رادیو محترم زمانه و تشکر فراوان به ویژه به خاطر اینکه رادیو زمانه سال هاست که مسائل کارگری رو به طور سیستماتیک برجسته کرده و در این حوزه کار کرده و واقعا فعالیت های ارزشمندی انجام داده. به هر حال من طبق خواست رادیو زمانه از من خواسته شده که بخشی از تجربیات و مشاهدات و برداشت‌های شخصی خودم را در دوره انقلابی 1357 در ارتباط با تجربیات مبارزات کارگران پروژه‌ای در جنوب ایران بیان کنم و اینکه چرا مهمه که تجربه ها را ما به یاد بیاوریم، که آیا اصلاً اون تجربیات در امروز روز به درد ما می‌خورند یا نه. به هر حال این اقدامی رو که رادیو زمانه داره انجام میده و ضبط این تجربیات به نظر من خیلی مهمه و کمک میکنه به تاریخ شفاهی جنبش کارگری، بخصوص این که ما کمتر کارگرانی داریم که تجربیات خودشون رو طی سالها قلمی کرده باشن. به همین خاطر این تلاش ضبط تاریخ شفاهی میتونه کمک کننده باشه. به هر حال ما وقتی که به مقطع 57 میخواییم به پردازیم، ابتدا خوبه که یک اشارهی به سالهای قبلش بکنیم که ما میدونیم از سال 1342 اجرای برنامه های عمرانی و توسعه کشور آغاز میشه و در جنوب کشور و دیگر استانها ساخت پروژه های صنعتی مختلف در دستور کار قرار میگیره، از جمله نیروگاه های هسته‌ای بوشهر هست و دارخوین هست در خوزستان و پتروشیمی ایران ژاپن در بندر ماشر، خارک، شیراز و آبادان که به هر حال اینا بخشای عمده ای هستن که در جنوب شروع به فعالیت میکنن و به عقیده خیلی از پژوهشگران تاریخی و به هر حال کسانی که اقتصاد و وقایع سیاسی اون دوره رو دنبال کردن، از این تحول به عنوان یک انقلاب صنعتی کوچک یاد میکنن در اون دوره. به همین خاطر وجود پروژه های مختلف صنعتی باعث میشه که به هر حال نسل جدیدی از کارگران فنی پروژه‌ای در جنوب ایران در این صنایع مشغول به کار بشن. ما میدونیم که به هر حال سابقه کارگران فنی پروژه‌ای برمیگرده به دوران تأسیس پالایشگاه در آبادان که در واقع به مثلا یک تاریخ بیش از 110 ساله داره و در اونجا اولین نسل کارگران فنی پروژه‌ای در اونجا شروع به کار میکنن که در مثلا آثار آقای یروان ابراهیمیان هم به اون اشاره میشه که بیش از 14,000 کارگر در تأسیسات صنعتیش نفت و پالایشگاه آبادان مشغول به کار میشن. به هر حال این سابقه ای هست که مثلا اولین نطفه های کارگران پروژه‌ای از اونجا در ارتباط با تأسیسات نفت آغاز میشه و همینطور ادامه پیدا میکنه تا سالهای 42 و تا مقطع انقلاب. برای خود من در سال 1354 در بخش ساختمانی شرکت ایران و ژاپن شروع به کار کردم که در اونجا دیوارهای پیش ساخته رو میساختن و برای شهرکسازی و خانه‌سازی برای کارکنان پتروشیمی ایران و ژاپن در کنار رودخانه جراحی اونجا شهرک می ساختن و اون دیوارها را به اونجا منتقل می کردن برای ساختن اون شهرک جدید. در حال کسانی که اونجا کار می کردند کارگران عربی بودند که بیشتر از به اصطلاح کارگران محلی بودند، به خصوص دهی بود نزدیکی اونجا به نام کوره ها که الان به نام طالقانی معروف شده و می دونیم که تو سالهای اخیر هم مرکز بسیار تظاهرات و درگیری هایی بوده و افراد زیادی اونجا توسط حکومت کشته شده و به هر حال ترکیب کارگری اونجا کارگران دیگری بودن که از شهرهای دیگر می اومدن، از شهرهای جنوبی بندر گناوه، آبادان و غیره می اومدن اونجا مشغول کار می شدن و مثلا جایی که این تأسیسات قرار داشت در یک در واقع میشه گفت یک بیابون بود و به همین خاطر اونجا کارگرانی بودن که در اونجا میموندن، خوابگاه داشتن و همینطور به صورت یک
غذاخوری بود که به کارگرانی که از راه‌های دور استخدام شده بودن اونجا میموندن و به سلام در حال اونجا زندگی میکردن. اما نکته‌ای که هستش در ارتباط با این وضعیت کارگری در اونجا میبینیم که هم به سلام خوابگاه‌ها اون به سلام خیلی شلوغ بودن به خاطر که کارگران زیادی اونجا کار میکردن، اکثر کارگران یا رو زمین میخوابیدن یا اینکه به هر حال مجبور بودن چندین نفر توی یک اتاق بخوابن که وضعیت بسیار دشواری داشت. و در واقع شبیه همین چیزی است که این سالهای اخیر ما در بندر عسلویه میبینیم در ایران. وضع بهداشت و حمام و دستشویی ها واقعا فاقد اون استانداردهای درست بود و وضع غذا هم که مشکلات خودش داشت و بسیار حوادث شغلی هم در اونجا در حال اتفاق میافتاد به صورت گسترده. و وقتی که ما اگر بخوایم به آمارهای حوادث شغلی اون دوران نگاه بکنیم طبق یادداشت‌هایی که در اسناد خسرو شاکری من نگاه می‌کردم و ضبط حوادث شغلی در اون سال‌ها در زمان شاه، در واقع میشه گفت که در سال‌های 55 56 و دورانی که به هر حال رشد این توسعه صنعتی به اصطلاح در جریان بود، حوادث شغلی در سال جان 3200 کارگر رو می گرفته، یعنی در روز 8 کارگر کشته می شدن. به هر حال در جایی هم که ما کار می کردیم این حوادث اتفاق می افتاد و به همین خاطر بود که در چند مورد در جایی که من کار می کردم به خصوص به خاطر غذای نامناسب و وضعیت خوابگاه که شبها موشها واقعا روی کارگران ژیمناستیک بازی می کردن و واقعا خوابیدن رو مشکل می کردن، چندین مورد اعتراضات کارگری و معیشتی در اون کارگاه اتفاق افتاد. به هر حال شرایط کار در اون موقع میدونیم که تشکیلاتی هم نبود که بخواد به مسائل کارگران به سر رسیدگی بکنه. و در مورد سال 55 هم برای مدتی که من توی پتروشیمی ایران ژاپن تو بخش ساختمانیش دوباره توی جای دیگرش کار میکردم، اونجا هم به هر حال کارگران واقعا فاقد وسایل ایمنی مانند کلا بودن، کفش ایمنی نداشتن، ولی در این حال کارگرانی بودن کره‌ای و ژاپنی که از همه امکانات و به هر حال خوابگاه مناسب، وسایل ایمنی مناسب برخوردار بودن و حتی مثلا جایی که اتاق کمک‌های اولیه اونها بسیار مجهز بود. و به هر حال دیدن این گونه تبعیضات توسط کارگران ایرانی خودش باعث میشد که به هر حال حرکت‌های کارگری تو اون سال‌های بین 1354 تا 1356 شک بگیره. یا مورد دیگه‌ای که خود من تجربه کردم در شرکت ساختمانی کشش بود در شهر کل که شرکت پیمانکاری بود که کارگران ایرانی رو به هر حال استخدام کرده بود برای ساختن یک مجتمع مرغداری و کارگران افغانستانی هم بودن. به هر حال کارگران ایرانی در اونجا حالا یه مقدار شرایطشون بهتر بود، به اونا به اصطلاح خونه‌های اجاره کرده بودن که میتونستن استراحت بکنن، بخوابن و به هر حال استراحتگاه اونجا بود. و در نتیجه کارگران ولی افغانستانی اونجا مجبور بودن توی سرمای شهر کرد که خیلی موقع تو زمستون زیر 20 درجه و به هر حال سرمای شدیدی هست، زیر بسیار صفر میره سر هوای اونجا، کارگران افغانستانی مجبور بودن که در چادر شبها بخوابن و تعدادشون هم به نسبه زیاد بود. به هر حال این مجموعه این به اصطلاح مشاهدات هستش که ما میبینیم که به هر حال در بین سالهای 54 تا 56 کارگران پروژه‌ای که در شرکت‌های مختلف کار میکنن اعتراضات مهمی رو انجام میدن. از جمله میتونیم به شرکت فلورکانتیننتال در منطقه نفتی آقاجری یاد کنیم که کارگران اونجا برای کیفیت پایین بسا قضا و بسا بهبود شرایط کار دست به حرکت‌های اعتراضی بسا قابل توجهی میزنن. یا بزرگترین به اصطلاح حرکتی که کارگران پروژه‌ای در سال 56 انجام میدن در پالایشگاه اصفهان بود که شرکت فلور آمریکایی و تیسن آلمان بود که به صورت جوینت ونچر با کمپانی تیسن آلمان انجام میدادن و
به هر حال کارگران فنی جنوب یا دوستانی که از شهر آبادان بودن اونجا کار میکردن و در واقع به اصطلاح حرکت‌های اعتراضی گسترده طی دو سه روز در شرکت در بخش ساختمانی پالایشگاه اصفهان انجام میشه. به هر حال ما وقتی که به مقطع انقلاب میرسیم میبینیم که بسیاری از این شرکت‌ها از ایران میرن و بخش زیادی از کارگران پروژه‌ای از کار اخراج میشن و بسیار فعالین کارگران پروژه‌ای همزمان با آغاز انقلاب در فعالیت‌های اجتماعی که در جنوب هستش درگیر میشن، به خصوص بعد از آتش سوزی سینما رکس آبادان که بیش از 400 نفر از هموطنان ما در اونجا قربانی شدند. به هر حال شکل سازماندهی در شهر آبادان به صورت بسیار جدیتری پیش میره علیه حکومت شاه و بسیار نقش کارگران پروژه‌ای در بسیار در سازماندهی مجموعه شهر هم به اصطلاح چشمگیر میشه و موضوع سینما رکس و دادخواهی خانواده های قربانیان که مطرح میشه، به هر حال فعالین کارگری در آبادان از این مثلا دادخواهی دفاع میکنن و حرکت های اعتراضی در آبادان انجام میشه و مثلا نخستین حرکت های اعتراضی در شهر آبادان در واقع توسط کارگران پروژه‌ای و کارگران نفت انجام میشه که در واقع مراسمی هست که به خاطر هفتم قربانیان سینما رکس در آبادان برگزار میشه و پیاده روی عظیمی در شهر انجام میشه که در واقع این بسیار پیاده روی بعد از بسیار کودتای 28 مرداد 1332 یکی از بزرگترین پیاده روی های هستش یا اعتراضاتی هستش که در شهر آبادان برگزار میشه. به هر حال در اون موقع هستش که بعد از واقعه سینما رکس هست که در جنوب کارگران نفت در پالایشگاه هم از مهر ماه 1357 تلاش‌های بسیار اعتصابی و حرکت‌های اعتراضی خودشون رو آغاز می‌کنن که به هر حال اون مثلا گزارش روزانه اون اعتصابات که از مهر ماه تا دی ماه هستش همه مثلا وجود داره و تهیه شده توسط کارگرانی که در این اعتصابات شرکت داشتن. این مثلا گزارش روزانه موجود است که به هر حال در فکر میکنم آرشیو نقد اقتصاد سیاسی کسانی که علاقمند باشن میتونن اون حرکت های روزانه رو دنبال بکنن. اما چیزی که مهم هستش در همین مقطع کارگران پروژه‌ای از اعتصابات نفت و اعتصاباتی که بالاخره باعث پایان دادن و سرنگونی حکومت شاه میشه از کارگران نفت حمایت میکنن، به خصوص در اون موقع هنوز کارگرانی بودن که در بخش ساختمانی دارخوین کار میکردن و کارگران به صورت دست جمعی از اونجا برای حمایت از کارگران و کارمندان پالایشگاه نفت آبادان که در اعتصاب بودند به جمع اعتصابیون پیوسته. به هر حال این خلاصه از اون به هر حال حرکت ها بود که من میخواستم تیتوار اشاره بکنم به این موضوع. و نکته دیگه که مهم هستش در اون مقطعی که به هر حال دوران انقلابی ازش یاد میشه، به خصوص به اصطلاح در سال 57 کارگران پروژه‌ای در این حالی که به هر حال در سازماندهی اعتراضات در اون موقع نقش دارن، در این حال تلاش‌های برای نهادسازی رو انجام میدن که این یکی از نکات خیلی مهمی هستش که به هر حال در این مواقعی که فضای سیاسی باز میشه ما شاهد بودیم، به خصوص در انقلاب 57 که کارگران نفت و کارگران پروژه‌ای توانستن به صورت مؤثری شروع بکنن به نهادسازی و تشکل‌سازی که برآمد اون در مقطع انقلاب به هر حال تشکیلات سندیکای کارگران پروژه‌ای و فصلی آبادان بود که بیش از 14,000 نفر عضو داشت و توانست به هر حال برای مدت زیادی تا شروع جنگ و ایران عراق به فعالیت‌های خودش ادامه بده.
به حال یکی دیگه از تجربیات اون روز که خیلی جالب بود اتفاق افتاد و در واقع روزهای بعد از انقلاب بود که تاریخ نگار برجسته ما خسرو شاکری یا تاریخ نگار کارگری با یکی از نمایندگان CGT اتحادیه به اصطلاح فرانسه، یکی از اتحادیه‌های مهم فرانسه که یکی از قدیمی ترین هستش، به شهر آبادان اومدن و در اونجا با نمایندگان کارگری و فعالین سیاسی دیدار کردن و در اونجا نمایندگان کارگران پروژه‌ای و کارگران نفت بودن که در مورد شکل‌گیری به هر حال حرکت‌های اعتراضی در اونجا صحبت شد و خسرو شاکری هم به هر حال بر اساس در حال آگاهی تاریخی که از جنبش کارگری ایران داشت اونجا نکاتی رو مطرح کردن که بعدها اون نکات رو ما میبینیم در مقاله‌ای که در اردیبهشت 1355 خسرو شاکری نوشت در نشریه آیندگان چاپ شد و مقاله مضمونش این بود: نهضت کارگران ایران پیشرو در قیام بیبره از نتیجه. به هر حال این مقاله این هشدار را میداد، یا گفتارهای خسرو شاکری در اون مقطع این هشدارها را میداد که به اصطلاح با چشم بازی کارگران و تشکل‌های کارگری باید به هر حال روند حوادث را دنبال کنند و به هر حال پیش بینی که خسرو شاکری میکرد و به هر حال تجربیاتی که خود ما توش بودیم، به هر حال ما دیدیم بر حال حکومت جمهوری اسلامی با قدرتگیری هرچه بیشتری که به اصطلاح پیدا کرد روز به روز توانست بر حال، درسته که در مقطع انقلاب توانست از نیروهای کارگر استفاده بکنه برای پیشبرد به امر سیاسی خودش، ولی بعد از پیروزی انقلاب یکی یکی دستاوردها رو تونست از بین ببره، فعالین کارگری رو دستگیر بکنه و بر حال به یک بار دیگه جنبش کارگری رو به اصطلاح بی بهره از نتایج مبارزات خودش بکنه. به هر حال اون چه که درس هایی که ما میتونیم از این تجربیات به نظر من بگیریم، ما یکیش اینه که به هر حال در موقعیت های انقلابی خیلی مهم هستش که ما یاد به اصطلاح کارگران بتونن در کنار طرح مطالبات صنفی خودشون تشکل سازی، دست به تشکل سازی بزنن و به اصطلاح موضوعات و خواستهای خودشون رو از طریق به اصطلاح همبستگی و اتحاد و تشکل پیش ببرن که میتونه به اصطلاح وزنه سنگین تری داشته باشه تا اینکه بخوان جدا جدا مسائل خودشون رو مطرح کنن. به هر حال این امری بود که در اون مقطع توسط فعالان کارگری که دارای تجربیات بیشتری بودن به پیش می رفت و همینطور در اون مقطع فقط مطالبات صنفی نبود. کارگران به خصوص کارگران نفت در جنوب مطالبه لغو حکومت نظامی، آزادی فوری زندانیان سیاسی یا دفاع از مبارزات معلم‌ها را در دستور کار خودشون داشتن. به هر حال چیزی هم که به هر حال از این تجربه میاد و در حال حاضر به درد ما می‌خوره اینه که فقط نمیشه روی به اصطلاح برای پیشبرد خواسته ها به خواسته های صنفی فقط چیز کرد. به هر حال ما با یک ساختار سیاسی بسته روبرو هستیم و تا زمانی که این ساختار باز نشه و یک جنبه دموکراتیک پیدا نکنه، ما نمیتونیم دست به کارگران به اصطلاح خواسته های صنفی پایدار هم نمیتونن دست پیدا کنن. برای همین به اصطلاح این ترکیب مطالبات صنفی با مطالبات اجتماعی و سیاسی و حقوق مدنی و شهروندی میتونه کمک بکنه به بسیار باز شدن فضای سیاسی و در نتیجه سازماندهی بهتر. اما به هر حال یکی از ضعف‌های اساسی که ما در اون وقت تجربه میکردیم یا جنبش کارگری ما تجربه میکرد، که البته فقط جنبش کارگری نبود بلکه جنبش های دیگه اجتماعی اقشار متوسط جامعه هم به اون توجه نداشتن، مسئله زنان بود، مبارزات زنان بود که
اساساً درکی که در رابطه جنبش کارگری بود این بود که به هر حال این جنبش رو به صورت تک جنسیتی و مردانه میدید و موضوع تبعیض جنسی جنسیتی مطرح نبود، موضوع محیط زیست مطرح نبود، یا شاید اصلاً دانشش هم مطرح نبود. به هر حال طبق تعالیمی که اون موقع به هر حال فعالین کارگری داشتن، فقط توجه به ساختارهای اقتصادی یا تبعیض اقتصادی مورد نظر بود که خب روی اون هم کوبیده میشد، ولی ما دیدیم که به هر حال با شکستی که به جنبش کارگری وارد شد نشون میده که فقط کوبیدن روی مسائل اقتصادی کافی نبوده و نیست، و ما نتوانستیم در همسویی با اخشار تحت ستم دیگه یک جنبش قوی، یک جبهه قوی علیه این حکومت تازه به قدرت رسیده که قصد بر حال سرکوب نیروهای ملی دموکراتیک چپ و جنبش کارگری و دیگر جنبش ها رو داشته باشه ما به وجود بیاریم، و به همین خاطر آسیب پذیری جنبش کارگری هم بسیار بالا رفت در اون مقطع. و به نظر من چیزی که امروز مطرح هستش و ما میتونیم به جنبش کارگری ازش درس های به اصطلاح گذشته رو بخواد به اصطلاح از درس ها از تجربیات گذشته بخواد درس آموزی کنه، اینه که امر مبارزه برای رهایی امروز گره خورده با مبارزات برای حقوق زنان. به عبارتی میشه گفت تا زنان کشور ما آزاد و رها نشند و به هر حال اون تسلط بر مثلا تن زنان و دست که دستگاه سرکوب در همه شهرها را انداخته از اون خلاصی پیدا نکنن، در واقع جامعه آزاد نخواهد شد یا طبقه کارگر ما آزاد نخواهد شد. همینطور که در منشور مطالبات حداقلی 20 هم اومده و اونجا اشاره میکنه به مسئله به اصطلاح ستم جنسی جنسیتی و اشاره میکنه به رهایی تن زنان از پدرسالاری و غیره، اینا همه نکات مهمی هستش که خوشبختانه جنبش کارگری ما اون بخش هایی که لااقل اون منشور 12 ماده‌ای رو امضا کردن، اون تشکلات 20 نفره‌ای که اون مطالبات حداقلی رو امضا کردن و در اون از موضوع زنان رو برجسته کردن، به هر حال اینا کمک کننده هستش در این مقطع و مسئله کلیدی و به اصطلاح اساسی هستش. و اینا دومین نکته‌ای که ما میشه به اصطلاح از اون دوران ما باز بیاموزیم اهمیت دادن به دموکراسی سیاسی هستش، یا دموکراسی مستقیم و دخالتگری خود به اصطلاح مردم هستن در شبکه‌های اجتماعی خودشون از طریق جنبش‌های اجتماعی خودشون. به هر حال روی این مسئله هم جنبش کارگری به نظر من باید با اهمیت بیشتری برخورد کنه. موضوع آزادی‌های دموکراتیک هستش و به عبارتی میشه گفت که در واقع آزادی از نان شب هم واجب‌تر هست برای جنبش کارگری، و با توجه به تجربیات گذشته ما باید مسئله به هر حال دموکراسی سیاسی و آزادی ها رو هم مورد توجه داشته باشیم. به هر حال و نکته دیگه، ما با به اصطلاح پارادایم یا انگاره های تازه روبرو هستیم که در اثر مبارزات جنبش های اجتماعی در ایران به وجود اومده، از جمله مبارزات زنان، مبارزات به اصطلاح فعالین محیط زیست، مسئله ملیت ها هستش و ستم ملیتی، مسئله اقلیت های جنسی و جنسیتی هستش، و اینا جنبش های هویت طلبانه هستش که در مقابل به اصطلاح یک پارادایم جدیدی رو به وجود آورده. و جنبش کارگری اگر بخواد در به اصطلاح دوره‌های فعلی با توجه باز به درس های گذشته اگر بخواد دچار اون شکست های گذشته نشه، نمیتونه جنبش کارگری به تنهایی خودش فقط مسائل بسیار خودش رو پیش ببره، بلکه در همکاری با این جنبش های هویت طلبانه هستش که میشه به اصطلاح ما امید تغییراتی رو پیش رو ببینیم. یعنی فقط تکرار حرکت های گذشته متکی بر فرضاً تغییر ساختار اقتصادی دیگه کافی نیست، توجه به پارادایم های جدید هست که میتونه به اصطلاح ما را
جنبش کارگری رو به جلو ببره و یک هویت به اصطلاح محتوایی به این جنبش بده. به هر حال من با تاکید بر این مسئله که جنبش زنان در این مقطع یک جنبش مهم هستش و اتفاقا ربط پیدا میکنه به جنبش کارگری ایران، رو این موضوع خیلی تاکید دارم و همکاری جنبش کارگری با جنبش های اجتماعی رو خیلی بسیار روش تاکید دارم و در واقع اتحاد و همکاری این جنبش ها هستش که ما را میتونه به طرف رهایی ببره، به طرف بسیار رهایی و یک گام به جلو ببره. به هر حال بازم اشاره میکنم جنبش زنان از این نظر اهمیت داره که اگر ما برگردیم به هر حال تاریخ 500 ساله گذشته نظام های پیشا سرمایه‌داری و یا سرمایه‌داری، میبینیم که به هر حال تقسیمات از همون ابتدا که این به هر حال سیستم های اقتصادی شکل میگیرن، تقسیم کار بر اساس جنسیت مسئله مرکزی به اصطلاح مرکزی این سیستم ها هستش. ما میبینیم که زنانی که به هر حال در بخش کارگری یا جاهای مختلف کار میکنن همیشه دستمزدشون پایین‌تر بوده و از یک نابرابری دستمزدی رنج بردن، یا زنانی که در خانه کار میکنن و کارهای خانگی انجام میدن میبینیم که دستمزدی به اونا پرداخت نمیشه و در واقع جزء کارگران هستن، کارگران خانگی را تشکیل میدن که در باستولید نیروی کار نقش دارن و در حال کارهای تیمارداری و ارزان را به سر این سیستم به اونها سپرده. به هر حال جنبش زنان در واقع بخش لاینفکی از جنبش کارگری هستش و به خصوص در این دوره‌ای که انقلاب زنانه ژینا شکل گرفته و زنان در محور این مبارزه قرار گرفتن، به هر حال جنبش کارگری ما در کنار این جنبش اجتماعی بزرگه که میتونه به هر حال راه خودش رو به طرف جلو و یک حرکت محتوایی به اصطلاح سازماندهی بکنه. به هر حال من صحبتمو اینجا تمام میکنم.